با تشدید حملات نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده علیه آخرین مناطق تحت کنترل داعش در شرق سوریه، هزاران بجا شده سوری و خارجی از این مناطق فرار کرده و به کمپ‌های در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه فرار کردند. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه، با وجود پیشرفت در جنگ علیه آخرین مواضع داعش در سوریه، جامعه جهانی باید به مسائل مختلف دیگری نیز توجه کنند. در این شک نیست که ما باید روی موضوع داعش تمرکز کنیم، زیرا داعش هنوز هم به طور کامل شکست نخورده است. اما مسائل دیگری از جمله بمباردمان خاک سوریه توسط اسرائیل وجود دارد که باید به آن بپردازیم. در حالی که شکست داعش در سوریه تقریبا قطعی شده، دغدغه پیوستن هزاران جنگجوی خارجی به گروه اسلامی یا داعش یکی از مشکلات عمده برای مقامات کشورهایشان به حساب می آید. دلیل این نگرانی عمده این است که این افراد که سالهای متمادی را در مناطق تحت کنترل داعش گذراندند، خطر بالقوه برای کشورهایشان محسوب می گردند. با این حال، بر اساس گزارش اسکای نیوز که با تعدادی از اتباعی خارجی تحت بازداشت نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده مصاحبه نموده، برخی از این افراد اتهامات وارده مبنی بر جنگجوی داعش بودن را رد کرده و میگویند آنان صرفاً در بخش‌های خدمات بشری کار می‌کردند. با همه در بریتانیا میگویم که من جنگجوی داعش نیستم و برای هیچ کس خطری ندارم. من برای کمک‌های بشری به اینجا آمدم و آزارم به کسی نرسیده است. چون در منطقه تحت کنترل داعش کار می‌کنم، مردم می‌گویند من جنگجوی داعش هستم. این واقعیت ندارد. این اتباع خارجی که از کشورهای مختلف اروپایی از جمله بریتانیا هستند، می‌گویند که کشورهایشان از آنها حمایت نمی‌کنند. چرا من هنوز در زندان هستم؟ چرا عدالت در مورد من تطبیق نمی‌شود؟ بریتانیا کشور قوی و نیرومند است، اما زمانی که به آن نیاز دارم، کشورم مرا ترک کرده است. گفته می‌شود که در حدود 23,000 غیر نظامی و اتباع خارجی از هفته گذشته بدین سو از شرق سوریه فرار کرده و در مراکز نگهداری در شمال شرق آن کشور نگهداری می‌شوند. مسئول این کمپ‌ها به صدای آمریکا گفته است که اکثر این افراد خانواده‌های اعضای گروه داعش هستند. اما تخمین زده می‌شود که حداقل 1,000 جنگجوی اروپایی و برخی کشورهای آسیای مرکزی نیز از زمان تشدید حملات علیه داعش به این کمپ‌ها آمده و اکنون در حبس نیروهای ائتلاف به سر می‌برند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که در صورت عدم بازگشت به کشورهایشان، آن کشور قصد دارد این جنگجویان خارجی داعش را به زندان گوانتانامو منتقل نماید. جنگجویان خارجی داعش مدت هاست که به موضوع بحث برانگیز در کشورهای اروپایی مبدل گشته است. بسیاری ها معتقدند که این افراد باید سلب تابعیت شوند، در حالی که عده‌ای نیز خواهان دادن شانس دوباره به این افراد هستند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.